نگاراین غلا را جان نارا آدلا آرام نزلا دیکی دل تا گر نارا جانی ما بی های نزلا دیکی دل دل را جه کی آگوبد مودر جایم خاکه. بسم الله الرحمن الرحیم. بیننده عزیز تلویزیون اصلاح، برنامه بوی خوش روستا، این بار از برنامه بوی خوش روستا به قریه زیبای مقیم آباد آمدیم. ازان میخواییم که از این قریه یک برنامه متنوع را تقدیم شما ازان بکنیم. تا آخر برنامه ما را همراهی نمایید. آی دلم بام لندن و مسکر نمیشه، تمامی ملکای مردم گشتم، الله نماشم های شهری نو نمیشه. ای داد و بیداد خدا جان، غم های دنیا رم نمیداد. همچنان بیننده عزیز، در قریه زیبای مقیم آباد هستیم و در خدمت محترم سلطان احمد خان، قریه دار قریه مقیم آباد. خیلی خوش آمدیم، از آمدن شما خوشحال شدیم. جناب صاحب، حدود عربی قریه مقیم آباد چی حده؟ دیگه شرق مقیم آباد میرسه به طلاب، میرسه تقریباً شمال ما میرسه بودن به تقریبا البند، میرسد جنوبان ما میرسه مثلا به ایری رود و قلعه احسان آباد از اورها میگم، اونجا میرسد تقریبا قبلی ما طرف رجشک میرسه. جناب صاحب، نفوسی که در قریه شما زندگی میکنن چی تعداده؟ نفوس ما تقریبا به حدود 300 فامیل میرسه، مثلا هست فامیل زندگی میکنه. ملی جناب صاحب، مردم قریه شما بیشتر به چی کارهای مشغولن؟ مردمان منطقه دیما مثلا زیادتر به کشاورزی و همه دامداری، دیگه چیزی ندارن. آخ اگر در دنیاد بوم میایو، اگر با سر دنیاد شوم میایو، اگر دو دست پای بار ببوری بزنو خد نیایا بی بفایو می الله. همچنان بیننده عزیز برنامه بوی خوش روستا، در روستای زیبای مقیم آباد هستیم و این بار صحبتی داریم با رئیس شورای این قریه. بسیر احمد عظیمی هستم، رئیس شورای انکشافی قریه مقیم آباد. شورای قریه مقیم آباد در اول که در سطح افغانستان برنامه همبستگی ملی شروع شد، شورای قریه مقیم آباد همچنین در قریه مقیم آباد تأسیس شد. این شورا به تعداد 10 نفر عضو دارد که بنده رئیس شورای قریه مقیم آباد باشم و همچنین منشی داره و خزانه داره و دیگر بقیمون اعضای شورا می باشند. کارکردهای شورای انکشافی در قریه چیه؟ شورای انکشافی قریه مقیم آباد در مراحل اول برق شبکه برقرسانی در سطح قریه خود را ایجاد کردم و بعد از او یعنی نلدونی داخل قریه به مراحل اول صورت گرفته و مراحل دوم برنامه همبستگی ملی مکتب قریه مقیم آباد تأسیس شده. بزرگترین کاری که شورای شما بعد از تأسیس کرده چیه؟ بزرگترین کاری که شورای که در سطح قریه مکتب مون مکتب قریه که بس همه براد اطفال ما به مشکل اینترین مشکلات قرار دارن، درس میخوندن و از به طول 4 کیلومتر اطفال میرفتن به قریه جات دیگر و مکتب های دیگر که ما توانستیم به توسط این برنامه همبستگی ملی مکتب در سطح قریه خود ایجاد کنیم که مشکلات این اطفال ما رفع گرده. اگر نمیروم بودم برفتم
بی خانم از بودم برفتم ای الله. امچنان بیننده عزیز برنامه بوی خوش روستا، در روستای زیبای مقیم آباد هستیم. خوشبختانه که در این قریه یک پسته صحی هم هست و ما آمدیم در اینجا و میخواییم که با مسئول این پسته صحی صحبت داشت. برادر عزیز خدا معرفی کنه. بسم الله الرحمن الرحیم، نام امین الله محمدی، سی دبلیو قریه مقیم آباد. این پسته صحی چند وقت میشه که تأسیس شده در قریه شما؟ از برج سنباله 1386. چی کارهایی را انجام میدیم؟ چی خدمات داره پسته صحی شما؟ اول کس تا این وقایع همی از امراض میشه بیوم، همی امراض خفیف کسته مثلا سینه بغل که خفیفه، اصالات خفیفه، اینا با تدریج میکنم، بعدا اگه شدید باشه اینا به کلینیک رجعت میده که کلینیک باز داری هر سه تصمیم میگیره. خدماتی که در اینجا شما انجام میدیم به صورت رایگانه؟ کلن به صورت رایگانه. ولی ادوی هم که تجویز میشه همچنان؟ همچنان کلن. احتمالا خود شما طبقی که صحبت شما برمی رضاکار ام نیدن؟ بله رضاکار ام نیدن. ما و یک همکاری داریم از طرف از خانمانه. ما مراجع کنندگاه ما خیلی به نال بسیارتی هسته که با وکسین داره ما به کلینیک روان نکنیم وکسین کنه و این مریضی ها خفیف که هسته در حدود 5-6 تا میشن در روز. کمی اطفال زیر 5 سال و زیادت خود خانمانه آمیله زیر پیشی داریم. بیننده عزیز برنامه بوی خوش روستا، خدا کنه که تا یک قسمت از برنامه مورد دلچسپی شما ایزان قرار گرفته باشه. در خدمت یک تن از بزرگان قریه مقیم آباد هستیم و با ایشان صحبتی داریم. کوکو جان خود معرفی کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، اسم من نصار احمد، چه خزانه دار چه قریه مقیم آباد. بله شما عضو شورا و خزانه دار قریه هم هستیم. بله. کل داره قریه به دست شما دست من آباد. کوکو جان درباره قریه مقیم آباد صحبت کنیم که چرا قریه مقیم آباد میگن؟ قریه مقیم آباد از قدیم بوده که یک نفر همیشه آمده مقیم بوده، او بنا مقیم آباد میگم، یک تحت گذاری هم بود هم کرد. کوکو جان مردم قریه بیشتر مصروف چی کارن؟ مصروف بیشتر دیقانی و کارگری هم میدن. خود شما دیقانی داریم؟ داره. خود ما هم دیقانی داریم، هم برنی میکنم. چند جریب زمین داریم؟ داره. ما تقریبا 3 جریب زمین داریم. امسال وضع محصولات زراعتی غیر شما چی رقم ده؟ بعضا خوب بود بعضا نبود. یعنی هر جریب زمین کشت گندم چقدر برداشت کردیم؟ ما تا 4 خروار گندم انبار داشتیم، با 100 من انبار داشتیم. کوکو جان سلام علیکم. سلام علیکم. علیکم سلام. خود معرفی کنین. مجیب خان و ولد عبدالرحمن. کوکو جان چند سال سن داریم؟ ما 75 سال. 75 سال. کوکو جان در طول همین 75 سال زندگی شما در همین قریه مقیم آباد بوده؟ بله بله. میشه از او بزرگانه که مثلا شما نوجوان بودیم و اونا پیر بودن، از اونا بگین چی رقم آدم ها بودن، چی کارها میکردن؟ همین قریه ما یک مولا نیکومده بود، خدا بیامرزه، یک مولا چیز بود، اینی مده بود، اینا خوب مردم بودن، خوب مردم بودن، خدا اینا رو بیامرده. دیگه از این مقام آباد بالا جلال خان بود، اگه من ندیم خان بود، اینا همه بودن. ما همی که بودیم پرده گذارم، چهار مپل کشته بخون میکردیم پرده گذارم هم میشود. کوکو جان یک خنده از عمق دل برای ما و بیننده های عزیز بکنیم. چی خنده برای خنده دیگه؟ بیننده عزیز همچنان در قریه مقیم آباد هستیم و در خدمت یک تن از ریش سفیدان این قریه. کوکو جان سلام علیکم. علیکم سلام، خوش آمدید. علی خیلی خوش آمدید. خودو معرفی کنید. خودم اجی غلام رسول، ریش سفید مقیم آباد، اردو مقیم آباد. برا اجی کوکو، وظیفه یک ریش سفید در قریه چی؟ وظیفه یک ریش سفید باید که از دون و نادون خوب از تمام مخلوق واقفیت داشته باشه، درباره کار خیر بزرگ خدمت کنه، استفید همینه دیگه. توصیه شما برای جوانان امروزی چی؟ جوانان امروزی توصیه ما همینه که برای راست برم، نماز خور بخونم، با خورده کلون خوب، با کلون خوب احترام داشته باشم، با خورده خوب مثلا هم بیار این صحبت خوبی داشته باشم، همینه.
کاکا جان به عنوان یک تن از بزرگان قریه، از جوانان قریه خو ریزیم؟ ریزیم الحمدلله شکر، همی دو قده از جوانان خو ما ریزیم شکر الحمدلله، هیچ مشکل بین جوانان ما نیه. یک دو سه همچنان بیننده عزیز از برنامه بوی خوش روستا در قریه مقیم آباد هستیم. در خدمت یک تن از خیرین این قریه هستیم و میخواییم که خود معرفی کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب عبداللطیف محمد یار باشنده همین قریه و محل تولد همین قریه است. اول سر از همه میخوام شما تشکری کنم از تلویزیون اصلاح که تشریف آوردیم بر اینجا و پای درد دل مردم شیشتیم و پیام از این مردم و به دیگر وطن دارای ما میرسانیم و بسیار سپاسگزارم. تشکر از تشریف آوری شما. تشکر. آقای محمدیار، درباره وقف کمی صحبت کنیم. وقت اگر چی خوب کسی که کار میکنه وقف میکنه لازم نیه بگه، منتها برای از اینکه دیگران تشویق شم باید بگیم. و امروز همونطور که همه بینندگان ما، همه وطندارای ما، جهان حتی مطلعه که در افغانستان چی گذاشته و چی میگذاره و چندین سال جنگ و بدبختی بوده و این قریه که شما امروز تشریف آوردیم اینجا هیچ کس سکونت نداشت، یعنی 20 سال 20 سال پیش اینجا کسی زندگی نمیکرد، همه آواره کشورهای بیگانه بودیم و امروز جای افتخاره که ما برگشتیم مملکت خود و تمام جهان بسیج شد، یعنی دل ما برای ما سوخته که باید ما را بدبختی نجات بدن و ما هم هر کدوم که فلان هنری که دارن، یکی با چوب کرکت، یکی با توپ فوتبال، یکی با آواز، یکی با قرائت که داره، هر کس شروع میکنه که کشور خود معرفی کنه و بسازه. و بنده هم چون کدام هنر دیگه ندارم و کاری که دست ما زمینی بود که این وقت کردیم برای مکتب و همچنین زیارتی ساختیم برای تشویق نسل آینده خود که بزنه بیاموزن، یاد بدیم که باید برای ساختن مملکت خود خودی کوشش کنه و ما دولت خودم نمیخوام شکایت کنم یا گله کنم، چون کشور ما خراب است و تنها به دولت خود نمیتونیم ما منتظر باشیم که دولت ما همه کار انجام بده، باید هر کدوم ما قدمی برداریم. و امروز واقعا خیلی جار من تاسف میخورم، ساعت ها وقت خود تلف میکنم، شیشتی هم در آفتاب یا وقت تلف میشه منتظرن که ملل متحد یا امریکا یا بیه کوچی در خونه دون آباد کنه و امروز هر کدوم باید به نوع خود، کسی که زور بازی داره زور بازی خود، کسی که فکر داره تفکر داره تفکر خود، کس سرمایه داره سرمایه خود قدمی برداریم، چون بیگانگان دلشون بال ما نمیسوزه، موقت یا مقصده و امروز باید ما هم دست به دست هم بدیم مملکت خود بسازیم. و ای کاش میتونستم، من در این قریه زمینی ندارم، همین دو جریب زمین بود که این وقت مکتب کردم، کاش صدها جریب زمین دیگه میداشتم که من وقت به مملکت خود میکردم. و اگر که نمیدون رای گریز به خود درست کنم و شاید فکری داشته باشم و عقل داشته باشم که برای وطن خود خدمت کنم، نمیخوام من تبره برم و خود نجات بدم، چون احساس وقتی که میگم من انسان هستم و نماینده خداوند هستم و خلیفه الله هستم، من احساس مسئولیت دارم که باید به همده و خود به تمام مخلوقات ما برستم. افتخاره که قریه ما مقیم آباد که به دو بخش تقسیم شده، قلعه بالا و قلعه پایین میگن، و در افتخاری که ما داریم و فرقی که داریم در این قریه از چندین مذهب، یعنی چند مذهب و قوم در اینجا با هم زندگی میکنن، اینجا هزاره و افغان و تاجیکی نداره و همه برادروار پلو هم دیگرن و همیشه به غم و درد هم دیگر شریکن. شاید چون وقتی که دوربین چرخ میدیم تصویرهای چراغ مختلف از چراغ نشون بده از نجات، اینا نجات فرسی وجود نداره. و از این قریه که هسته میخوام پیامی که به جوانا دارم، بزرگان ما خیلی زحمت کشیدن، اما اندازه سطح کم وقت بوده، این که بگن چرا فلان چیز نتاختن از دست اینا بر نمیاماده
افتخاراتی که ما تشکری که بزرگا دارن که تول انجام دادن در این قریه خود ما معتاد نداریم که امروز یک معجزه است در افغانستان در یک قریه حتی سیگری وجود نداشته باشه. این یک افتخار تشکری که ما بزرگا میکنه که تول انجام دادن و بعد این نسل آینده ما باید امروز با تکنولوژی نو و پیشرفته تر گسترش بدن که دیگر روانه کشورهای دیگر نشن، چون ما تجربه تلخی از مهاجرت داریم. سالهای سال این نسل جوان ما شاید اینا بیاد نداشته باشه یا نبودن، پدرها شما یا خود ما سالهای سال در کشورهای بیگانه جون دادیم، زحمت کشیدیم و حتی از یک شهر به یک شهر که 100 کیلومتر اجازه رفتن نداشتیم. اگر شما مایل همون تو زندگی هستیم کمی تو بی‌پروا باشیم. اگر میخواین که آقای خود باشیم و خودشون از خود کشور داشته باشیم، افتخار داشته باشیم، اولین چیزی که از شما من تقاضا دارم وعدته که بین شما نجات پرسی و مزد پرسی نباشه، چون او کمرشکنه که شما یک وقت به لقمه نون نمیرسیم. و از بزرگایی که هستن در رست دولت ما نون مفت نمیخواییم، نمیخواییم به نون مفت عادت کنیم، به ما گندم بیارن. ما تقاضا داریم پروژه سمیت در نزدیکی ما که اگر او به کار بفته 5000 نفر اونجا دست به کار میشه، وقتی 5000 فامیل در آسایش باشه ما خودمون برخود میتونیم مکتب وقت بسازیم. اما وقتی مکتب باشه بچه مکتب برن نون نداره بخوره، مکتب نمیتونه ادامه بده. اول کار برای ما، اگرچه علم فرد اوله ولی ما کار ترجیح میدم که اول زمین کار مساعد چه بقیه چیزا با خودمون خود سرک و پل میسازیم. بهار آمد به سرم و در و دشت که نیمی عمر ما بیوده بگذشت، خداوندا بهار را از ما نگیر، بیابانی بود و وصلی گلم دشت ای بای. آخ به سرا میروم پشت غریبی، ببین حال ما را از خود چی دیدی بای. بیا که وقت گل و بلبل است، آخ مگر ناله و فریاد را شنیدی؟ آخ سحرگاه فغان بلبلان است، به یاد روی پرنور گلان است وای. آخ بیابان را گلستان نو نهادم، بیا ببین که فصل بلبلان است. در زمستان بود و در صرف چمن، بلبل با جفت خود می گفت سخن. گفت ما بس مای زمستان خسته ایم، دل به امید گلستان بسته ایم. بردهان بلبلک بود این سخن، باشه او را گرفتک بردهن. بلبلک می گفت در چنگال باز، عمر کوتاه بود و می دید راز. از کجا بودم من ایران در کجا افتادیم، در میان منت و رنج و غم افتادیم. مرغ زیرک بودیم در آسمان پر می زدم، دانه ناچینده در دام بلا افتادیم. ای سحر شد صحبتم شد گل نیامد، الله صدای خوندن بلبل نیامد. ای برم از باغبان گل بپرسیم، چرا بلبل به سیل گل نیامد؟ بوی خوش روستا. بنده نظیر احمد عظیمی هستم، یک ادغانان قضیه مقیم آباد. کجا داریم فعلا؟ شما مشغول چی کاریم؟ فعلا مشغول اویداری، همین شفتالار اوی میدیم، این همین برفا که بکرده بود یخصوص شده شفتالار، اما نیت داریم بخیر اوی بدیم. یعنی امروز نوبته شما داریم؟ نوبته نه، در قدیم و نوبته فعلا نیه، فعلا زمستون اوی زیاده، وقت تمیز که میشه اوی کم ده قدیم ها. ما قدیم رو تمیز که هسته از چه ما استفاده میکنیم، ماشین رو او داریم که تقریبا تیل دیزل میستونیم، لتر تقریبا لتر 60 روپیه یا 65 روپیه ما میستونیم که از این چه ها به حساب استفاده میکنیم. کمی زمین ها خوب به حساب ما سزبرکری میکنیم، به حساب بانجون و پیاز و بامیه این چیزی ها که میکاریم از به حساب ماشین رو میریم. حالا به زمستون که هسته که او فرامان بر غریه خود شما میخواهم که او فعلا زیاده.
ما تمیز که هستیم ما تقریبا 4 ماه یا 5 ماه او خوش میشه. میشه قریه ما اصلا او نیه که ما هم از چوه استفاده میکنیم. زمینی که در قریه شما کشت میشه یعنی چند جریب زمین داریم که کشت میشه؟ زمین دیمو تقریبا در حدود 500 جریب زمین ما بهم قریه خود داریم. به حساب اوبره ما دو جفت که اوبره داریم که تقریبا 8 رب زمین میشه. اشو زمین میشه که ما میر آب یاری میکنیم فعلا که از آب جو که زمستون آب زیاده. موقعی که با تمیز میشه ما هم از این چوک آب یاری میکنیم. موقعی که تمیز میشه ما فعلا کشت ما گندم و جو همین قریه ما کاست شفتاله. به حساب بهاری که میشه با کشت بهاری ما کاست بنجرومی پیاز بنجون سبز بامیه. چوهای عمیقی که گفتین در قریه شما هست که در تابستان از برای آبیاری زمین از او استفاده میکنیم، اینا شخصیه یا از طرف دولت حفظ شده؟ نه، این چوه خود ما شخصی از خود ما هست که اینا ما بکنیم. تقریبا هر چوه ما تقریبا 2 لک روپیه ما به همین چوه دستی که کنیم ولی از اینا مصرف کردیم که خود ما هم از این ماشین او داریم، ماشین 5 و 4 اینا گلیشتی آبیاری میکنیم زمین آخو. هر کس که زمین داره یک حلقه چاه هم داره یا نه چند حلقه چاه؟ نه تقریبا 4 حلقه چاه همین قریه ما هسته و مدود همین قریه ما که 4 حلقه چاه هسته. نه آدم های قریبی هستن که مدود تقریبا 5 جریب 6 جریب دارن که بودجه ندارن که مثلا بودجه ندارن که برن خود چاه بکنن. اونا که هسته چاه ندارن مثلا همین چاه که هسته یک خود مانه یک آدمی همسایه مانه هم دویتن بزی محل پهینه که یک آدمی ارباب صاحبه یک اندگاز یک نفر دیگر. در تابستان از این چاهایی که هسته دیگه هم سایه که چانه دارم از او آب از او چاه استفاده میکنم به طور کلی. به طور کلی مجانی فقط ممنون میان تل مندازم و ماشینا ما برای از اینا کمک میکنیم و بیاری میکنیم زمین از اینا را. تل مندازم و دیگه پول اضافی به شما نه. نه دیگه پول اضافی نمیدم فقط همون تل مندازم میان و بعد خیر خوب بعضی موقع که آدم های قریب باشه یک جریب دو جریب داشته کنه اصلا تل هم نمیبره زمین از اون را بیاری میکنیم. از طرف ریاست زراعت هم فلان که اصلا کمک ما اصلا کسی یادیاری نکرده می قریم و کسی همه قریم و نماده که یادیاری کنه همه قریم و اصلا کمک نشده چی به قریم و خواسته شما از ریاست زراعت چی؟ خواستیم ما ریاست زراعت خواستیم اینه که برای ما یک کمک بیام هم داخل قریه ما چوه ما به حساب همین ماشینا ما به حساب چوه عمق بکنم چوه خودرو هم هست برای منطقه چوریور ما از حساب از چیز ما بیجیجه ندونه که ما چوه خودرو بخو بکنیم چوه خودرو ببرم ما به ما بکنم چدام آفت میزنه به حساب شل میگیره موقعی که اینا به دست میاره بنجون ما به بازار که میره به حساب همین پیاز ما به بازار میره حاصلاتی که ما از داریم که به بازار میره اینا اصلا به فروشات نمیره. موقعی که ما میباریم آره ما میخریم کیلوی به حساب 25 روپیه یا 30 روپیه یا 50 روپیه با بنجریم میخریم. موقعی که ما میباریم منو 20 روپیه میدیم بنجریم خوب بازار کسی نمیخره بنجریم بنجریم حتی میباریم با بازار که کسی نمیخره بعضی موقع پس به دخو میاریم. اگر بنجریم ما یا پیاز ما یا بنجون سبز ما یا بامی ما کسی بخره ما که از در قلب بالا کشت خود شوقی هم هستیم میکنیم همه کشت زراعت خود میکنیم کسی با ما چیزی هم نمیکنه بسیار همه زراعت هم نمیاره که همه آفت مثلا دوای چیزی برای ما بده که در قلب همه زمین ها ما بیم آفت که میگیره همه دوای بزنه که در قلب آفت رد شد. Yeah.
در خدمت خطیب صاحب قریه مقیم آباد هستیم و با ایشان صحبت داریم. درباره فضیلت نمازهای پنجگانه اگر صحبت داشته باشیم. و جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمان در حدیثی که مثال پنج وقت نماز به مثل آب جاری روان است. رسول خدا صحابه سوال کردن که یا صحابه من، اگر در سرای هر کدوم شما، در خانه شما اگر جوی روان باشه، به پنج وقت خود را مثلا بشوییم، آیا چرک باقی میباند؟ صحابه گفتم نه. گفتن مثلا پنج وقت نماز، کسی که پنج وقت نماز باشد همونطور از گناه صغیره پاک میشود، از گناه کبیره هم باید توبه بکند. جناب خطیب صاحب درباره فضیلت نماز جمعه هم کمی صحبت داشته باشیم. به خدمت شما دوستان عرض کنم که جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم حدیث فرمودند که در روز جمعه مبارک در آسمان هفتم در بیت المعمور، به شکل ما اینجا در روز جمعه جمع میشیم، اینجا ملائکه همه جمع میشم در بیت المعمور و اینجا خلاصه نماز جمعه را ادا میکنم و حضرت جبرائیل و حضرت میکائیل، حضرت اسرافیل و حضرت عزرائیل، این چهار ملک مقرب، یکی امام، یکی خطبه میخونه، یکی امامت میده، یکی اقامت میگه، دیگه ملائکه همه اونجا مختدی میشم. وقتی که نماز تمام شد، اینا سخاوت خود را در حضور الله پاک بیان میکنم. مثلا کسی که مثلا امام بود، جبرائیل مثلا میگه پروردگارا تو شاهد باش که من این امامتی که مثلا دادم به ثواب این امامت به امامای امت محمد بخشیدم. سبحان الله. و حضرت مثلا کسی که خطبه خوند میگه ثواب این خطبه را به خطبای امت محمد بخشیدم. و اون خلاصه اون کسی که اقامت میگه همچنین. و اون مقتدیا که مثلا ملائکه بودند، اونا که پروردگارا شما شاهد باشیم، گواه باشین که ما ثواب این نماز خود را به امت محمد رسول الله در این جمعه ما هدیه و تحفه دادیم. وقتی که الله پاک جلال جلو این معقولی از اینا میشنوه، میگه آیا شما به در نزد من سخاوت خود نشون میدیم؟ معدن سخا منم، شما ای ملائکه همه شاهد باشیم که امروز من امت محمد رو همه بخشیدم. و جوانان عزیز ما، برادران مسلمان ما، همه ما خلاصه خرد و کلان ما، بخصوص جوانان عزیز ما، باید پنج وقت نماز باشیم که و خصوصا نماز با جماعت از سنتی مؤکده جناب رسول خدا صلی الله علیه و سلم می باشد که رسول خدا فرمودند که یک نماز و یک نماز با جماعت 27 نمازی که تنها بخونی ثواب مثلا برابر است. این حدیث جناب رسول خدا باشد. و دیگر جوان نماز گفته در جوانی توبه کردن خصلت پیغمبری است، ورن در پیری گرگ ظالم میشه و پرهیزگار، انت شعر مثلا میآید. پس من توصیه به جوان است که کوشش بکنند که این جوانان عزیز مثلا آینده کشور به دست اینها هست، اینا مثلا پنج وقت نماز باشم، پنج وقت جماعت باشم و خدای پاک خوشش میآید که جوان با غرور جوانی در حضور الله پاک استاد باشه، رو به قبله مثلا بسته، الله خود را سجده بکنه، خدای پاک بسیار خوشش میآید. های نگارا این غلارا یا نانارا آدلا آباما این نزالا دوی که دل توگا نانارا جانی ما ببایی های نزالا دوی که دل آدلا را جاها کی آگو باد مودنا جایم خاکه اواک شر شدی کنه میشاک بربر می کنه دل یاد دل بار می کنه بزغار بلا عالم سبز می. بله بیننده عزیز، این بود بخش اول برنامه بوی خوش روستا از قریه زیبای مقیم آباد. تا بخش دوم برنامه بوی خوش روستا که از قریه زیبای مقیم آباد تقدیم شما عزیزان می شود، خدا نگهدار. من بلبلی نالانم زیر از گل گلزارم، زیر از گل گلزار من بلبلی نالانم، زیر از گل گلزارم، زیر از گل گلزار از باد خزانندم، از باد خزانندم پج مرده گلستانم، من طفل دبستانم، من پیرو قرآنم، آهین من اسلام است، من مرد مسلمانم.